افغانستانی که 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال توی این مملکت زندگی کرده، ولی مثل آب خوردن میگیرن میندازنش از مرز دو قارون بیرون، شما داد بزنی بگی که این افغانستانی باید یه حق و حقوقی داشته باشه. این افغانستانی اگه رفته بود آلمان، اگه رفته بود انگلستان، اگه رفته بود بلژیک، اگه رفته بود آمریکا، اگه رفته بود کانادا، اینو بعد از 2 سال 3 سال بعد از یه مدتی که پناهندگیش دیگه چیز میشد، به اصطلاح شهروند، بله حقوق شهروند اون کشور میشد، هر کجا که افغانستانیا شهروند اون کشور شدن به عنوان پناهنده پذیرفته شدن، از تمام حق و حقوقی که شهروندان اون کشور برخوردارن افغانستانیان برخوردارن. یعنی یه آلمانی چه حق و حقوقی داره، یه فرانسوی چه حق و حقوقی داره، یه بلژیکی چه حق و حقوقی داره، یه افغانستانی هم این همون حق و حقوق رو داره. بعد وقت شما میایید در جمهوری اسلامی ایران، چه حق و حقوقی دارن افغانستانیان؟ یه کارت ملی ندارن، یه کارت نمیدونم چیز ندارن، بانک نمیتونن برن حساب باز بکنن، هزار یه جور بدبختی دارن. اگه اون دستور رهبری نبود، بچه‌هاشون هم نمیذاشتین شما برن مدرسه اسمشون رو بنویسن. ما باید در برابر اینا اعتراض بکنیم. ما وقتی به عربا توهین میشه باید اعتراض بکنیم. ما